همگی دوستان خوش اومدید لایو امشب. خب میخوایم به صورت کلی در واقع در مورد فانتزی های جنسی صحبت کنیم. یه سری سوال های شما بود که من سعی کردم به صورت کلی بتونم اینجا بهشون جواب بدم. در واقع خیلی نمیتونم وارد جزئیات سوال ها بشم، حالا به هر حال به هر دلیل دیگه ای که میتونه باشه، ولی به صورت کلی در مورد فانتزی جنسی چیه، چه چیزی رو ما باید در مورد فانتزی ها بدونیم، اینکه فانتزی های رایج چه چیزایی هستن صحبت میکنم، که دلیل یا میتونم بگم که چه چیزهایی بر فانتزی ها باعث میشه تاثیر میذاره و باعث میشه که افراد فانتزی های متفاوتی داشته باشن، توی زندگی واقعی چجوری در واقع اونها رو میتونید انجام بدید، با چه در واقع چجوری اون رو به مرحله اجرا بذارید. خب فانتزی جنسی چیه اصلا؟ ببینید در واقع به هر نوع تصویرسازی این لایف فیلم هم مثل کلاس درس میشه، جالبم هست برای خودم. ولی حالا فانتزی جنسی چیه؟ فانتزی جنسی کلن به هر نوع تصویرسازی ذهنی گفته میشه که باعث میشه فرد در واقع به تحریک جنسی برسه و به کمک اون و با در واقع شاید به انجام دادن اون فانتزی لذت جنسی رو کسب کنه. پس هم باعث تحریک میشه، هم باعث لذت جنسی و میشه و توی رابطه جنسی که داره میتونه به ارگاسم و یا انزال بهتر و در واقع خوشایندتری برسه. ما چه چیزایی رو باید درباره فانتزی جنسی بدونیم؟ ببینید فانتزی جنسی اینه که یک بخش خیلی عادی از عملکرد جنسی ما هستش که ما معمولاً از صحبت کردن درباره اون خودداری میکنیم، چه با پارتنرمون، چه حتی گاهن به متخصص وقتی مراجعه میکنیم، به دلیل احساس شرم و گناهی که پشت اون میتونه باشه از صحبت کردن درباره فانتزی هامون خودداری میکنیم. با این حال البته باید بگم که تحقیقات خیلی زیادی هم درباره حوزه فانتزی های جنسی نشده، چون یک تاپیک و یک موضوع بسیار جدیدی هستش که در واقع روانشناس ها و یا سکس تراپیست ها دارن به اون میپردازن. نکته مهمی که وجود داره اینه که فانتزی های جنسی رو برای خودتون عادی کنید. ببینید وقتی که شما شرم رو تجربه می کنید چه زمانیه؟ زمانیه که یک موضوعی در واقع از اون نرم و هنجار جامعه، اون چیزی که جامعه در واقع هنجار در نظر می گیره، فاصله داشته باشه، فرد اگر بخواد اون رو انجام بده احساس گناه و شرم می کنه و این باعث میشه که این گناه و شرم باعث میشه که اون فانتزی ها رو، حالا مثلا فانتزی ها رو سرکوب کنه و درباره اونها صحبت نکنه. ولی یک نکته رو در نظر بگید، نرم و هنجار توی رابطه جنسی رو چه کسی تعیین میکنه؟ شما هستید که توی یک رابطه میخواید لذت ببرید، پس توی رابطه جنسی در واقع بازترین فضای بین پارتنر، بین زن و مرد، بین هر دو نفری که میخوان رابطه جنسی دارن باشه. پس اگه شما بخواید به دلیل شرم و گناهی که وجود داره اون میل و نیاز خودتون رو سرکوب کنید، در واقع در آینده پیامدهای دیگه میتونه براتون داشته باشه. پس فانتزی هاتون رو برای خودتون عادی سازی کنید، چرا که فانتزی به شما فرصت رو میده که یک جنبه هایی از زندگی جنسی خودتون رو کشف کنید که لزوماً توی زندگی عادیتون، یا نه فقط زندگی جنسی منظورم، توی زندگی عادیتون نمیتونید به اونها بپردازید. پس مهم اینه که اون فانتزی ها رو برای خودتون عادی کنید، شرم و گناه رو ازش بکشید بیرون. و نکته دیگه هم این که در نظر بگیرید که خب مرز بین فانتزی و واقعیت رو باید بدونید دیگه. یعنی هر چیزی که فانتزی، همون چون گفتم، یه تصویرسازیه، یک تخیل هستش که به شما کمک میکنه، مرز بین واقعیت و اون فانتزی رو هم باید بدونید و در کنار اون بتونید در واقع با این مرز گذاری زندگی جنسی بهتری داشته باشید.